فیلم دو کله شرق از این قراره که یه پیرمرد از دو تا دوست میخواد که دخترش رو که توی یه کافه تو کشور امارات زندگی میکنه به بندر بیارن. دو تا رفیق با لنج عازم امارات میشن و دختر رو برخلاف میلش برمیگردونن. دخترم به همین خاطر قصد داره دوستی این دو تا رفیق رو به هم بزنه. فیلم دو کله شرق محصول سال 1356. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. من گوشتمه. میگم من گوشتمه. ما ساعت 2 نهار میخوریم. اما من صابونم نخوردم. تقصیر خودته. میخواستی بخوریم. نهارم که نخوری دیگه رفت تا شام شب. شماها دوستی. تو یه دوست بیرحم از خود راضی بدجنس هستی. با همه این تفاصیل ما نهار و ساعت 2. دلم میخواد تیکه تیکه بشی بمیری. تیکه تیکه هم که بشم نهار ساعت 2. نه تیریشو الهی قرخ بشی. به دعای گربه کوره بارون نمیاد. کوفتی هستی قضا دارم بازم برم. فیلم دختر شاه پریون درباره دزد جوونیه که قصد سرقت کلکسیون دختر ثروتمندیو داره. دزد جوان عاشق دختر میشه و اجازه نمیده که همدستش کلکسیون اونو بدزده. بعد از یک سری ماجرا سرانجام دختر دزد جوان رو به مرد دیگه‌ای که خواستگارشه ترجیح میده و با اون ازدواج میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. کلکسیون رو نشونت دادم، پس تو هم شهامت داشته باش. مثل من اقرار کن، بگو که دوستم داری. نمیگی؟ به سلامتی. نه میخوام بخورم، من میخوام ماش رو بخورم. چرا نمیذاری بخورم؟ مخلص شما. بلنش بریم. کجا؟ من مشروب میخوام. آهای درسون، درسون درمکی سهمت داده بیداد را ننداز. آخه چی شده؟ تو چرا یه دفعه عوض شدی؟ مگه دوست داشتن گناهه؟ نه اما یکاش تو کافه چیزی نمیگفتی. حالا باز تو میری تو جلد خودت، منم میرم تو جلد خودم. کدوم جلد؟ دختر شاه پریون. چه اسم قشنگی رو گذاشتی. جمشید 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 جمانی بی مثال تو آسمونا دنبالت میگشم. روز بیمینا جستنه خودتو اطولت امشب چکی چند. به به باقی بابات چه انگوری درست دلیقه رو شاخ شمشاده گذاشت. حالا بینی رفت سراغ کدوم قوز میدیم. جمیله از ترس ازدواج با مردی ازیر فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه در حین انجام کار به دختر علاقه‌مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدزده و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. خوب به عجب خربوزهای خوشگلیه. منو بگو که از جالیز رفتم 2 تا دزدیدم، اما خب برای یه نفر بسه. تو هم که نمیخوری. دکتر گفته برای تو یکی بده. کی گفته واسه من بده؟ دکتر دیگه. خر نمیشم دستاتو وا کنم. میخوای هوار شیسترم؟ دکتری گفته هم خربوزی برات بده هم دستات نباید وا کنم. حالا بیا پایین بشین خربوز خوردن منو از نزدیک تماشا بکن. خربوزه هاش مثل هندونه میمونه. باقید یعنی جالیزد آباد چه خربوزه‌ای از گز اصفهانم شیرین‌تری. البته خربوزه‌ش هم مال اصفهانه ها، دیگر آدم حال میاره. گاز میزنم از طرف او سرا قربتن الله. چرا نگاه نمی کنی؟ نه من تشنمه، یکی من بده من بخورم دیگه. اتفاقا خربوزه تشنگی رو رفع میکنه، ملاحظه کنین. یه خورده خربوزه بده من. اینها جلوت وردار بخور، این بادم ما رو وسوسه میکنه ها. دستامو واکن تا بخورم. ده بی خیالت، حالو هم دستاتو واکنم که فرار بکنی. آره نه فرار نمیکنم. چرا میکنی؟ خیال ندارم فرار کنم. داریم میرسیم به شهر دیگه، کجا برم؟ درسته ولی کار از مکتب کاری عیبه نمیکنه. آخه من گرسنمه. هر وقت نونه گیر آوردم یه خورده بهت میدم بخوری. مگه دشنیدی که میگن فکر نون بکنه خربوزه؟ آه بس. ببین آخه منم دلم از این خربوزه میخواد. وای خدا گلوم گیری کرد. وای حقم داری، خیلی خربوزه خوبی. اگه پولم بلاش میدادم خربوزه به این خوبی گیرم نمی اومد که دستم رو واکن. جون اون رفیقت بشیر دیگه چیزی گفتی که رو بنده شدم. باشه واز میکنم، اما بدون اگه بخوای فرار بکنی این دفعه هم دست و پاتو میبندم هم دهنتو. باشه فرار نمی کنم دیگه، نمیخوام فرار کنم، دلم واسه بابام تنگ شده. وای باشه خر میشم و وازش میکنم، ولی نری پشتم بشینی پفی بذاری، کاسف بذاری، کارتریج بذاری که یارو چی میدونم. هر خاک به سرم چقدر بودم. وای ببین چقدر ریسمان کشید کردم. الهی دستم بشکنه، چرا اینقدر محکم بستم؟ نگاه کن چه خطی انداخته توی پستی بلندی های تنت. تو خود یواش آسیتم خراب میکنه این خطوط. چقدر اینجا تو گره گوری پیچ پیچ دادم. بازش میکنم بابا اینقدر، حالا که من دارم باز میکنم تو چرا این میگی باز کن؟ دارم باز میکنم. وای خنافر مال خیرسی. آره سب کن اینقدر هول نزم بابا، دلدر میگیری. هن خورد بدی دختر، خیلی خوشمزه است. آخه گورت بده، فشار بده بری پایین. گورت هول نیزم بابا. بابا مال تو اینا چاقو من نخور یا با این هول بلایی که میکنی. خفه نشی. چطوری؟ How are you؟ عالیه. بیچاره خربوزه ندیده اینجوری که میخوری سقه سرد میکنی. دختر اینجا هم که حکیم پکیم نیستش، چرا اینقدر هول میزنی؟ چرا؟ هنه گوشنمه الان مدتی که هیچی نخوردم. خیلی خوب، تا تو داری خودتو خفه میکنی منم میرم دستامو تو آب خفه کنم. دزدمونا عجب آب روانیه، همش جله. که اومدیم و یه بند خدا تشمیش اومدن این آب بخوره. هرگزم گیرش نیومد، جالیزی هم سراش نبود. خوب پول سر خودیم. شهمیر که حسابدار شرکته به دروغ متهم به اختلاس میشه و قبل از دستگیری رئیس خودش رو که مجرم اصلی ماجراست به قتل میرسونه و به زندان میفته. بخشایی از فیلم استراب رو با هم تماشا میکنیم. درهای ماشین رو باز گذاشتن قربان، همونطور که فرمودیم به چیزی دست نخورده. چه اینطور؟ مهمه قربان، بریم سلطان. سیما! سیما چی شده؟ چی شده؟ حرف بزن. اونا بچه رو بردن. اونا کیه؟ نمیدونم، 2 نفر بودن، کردن، همه جا رو به هم ریختن، دنبال یه چیزی میگشتن. نوار؟ اونا دنبال نوار میگشتن. کامی رو میزدن، بچه‌مو میزدن. گفتن اگه نوار رو ندی بچه‌مو میکشن. گفتن اگه به پلیس خبر بدی کامی رو از بین میبرن. اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. نوار جا نمیدونم، قراره تلفن بزنم. کی؟ خبری نشد. اگه تلفن نزنن چی؟ اگه بچه بس کن دیگه، اونا هیچ کاری نمی کنن. بهت قول میدم اگه اونا بچه رو بردن فقط به خاطر اینه که این مدرک برای اون زن اهمیت داره. اونا تا این نوار رو به دست نگیرن با بچه هیچ کاری ندارن. اگه بخواد برای سر کامی میاره دنیاشو با آتیش میکشم. میبینی؟ چه فایده داره؟ پلیسه. فیلم خشم کولی با بازی فردین و پوری بنایی محصول سال 1347. زنی حسود تنها پسر مردی رو از اون دور میکنه. کلی ها پسر رو پیدا میکنن و اونو نزد خودشون بزرگ میکنن. وقتی پسر بزرگ میشه ندونسته عاشق دخترعموش میشه، اما پدر با این ازدواج مخالفه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنن. ناراحته، تو را از تو گهوارت بیرون آوردم. هیچ دلم نمیخواست این کارو بکنم. دلم نمیخواست تو وسیله انتقام من بشی. اما چه کنم؟ اونا جگر منو آتیش زدن، دخترم ازم گرفتن. تا حالا بچه اینقدی نهیده بودم. این قورباغه مونه. راست میگی، اما قورباغه که مثل یه فرشته پاک و معصومه. آره ریختش هرچی باشه، من که دلشو ندارم یه تلنگر به این پسخالی بزنم. پس الان میخواد چیکار کنی؟ اونو میسپاریمش به دست سربرش. میدونیش دست سربرش.